میایم اینجا و بریم سراغ داستان بعدی. شما میخواید که بیاید عملیات های دیگه، من عملیات ریاضی رو همون چهار عمل اصلی پلاس و ماینس و ضرب و تقسیم شما با این همه کار میتونید عملا بکنید، همه نوع وبسایت رو میتونید در بیارید باشه، حالا فروشگاهی گرفته غیر فروشگاهی گرفته، عملیات حسابداری گرفته دیگه، حسابداری بیشتر از این که نیستش، یه جمع و ضرب و اینها تقسیم میدید. میخواد در واقع بریم یه لول بالاتر بررسی بکنیم حالتهای بولینی رو. بولینی ها چی هن و چی کار میکنن؟ یعنی شما شبانه روز دارید عملیات کامپیر انجام میدید دیگه. این کامپیر ها رو ما داریم، بزرگتر، کوچکتر، بزرگتر مساوی، کوچکتر مساوی، مساوی، نامساوی، سه مساوی، نامساوی، دو مساوی. توی جاوا اسکریپت فقط این دوتا هستن، تو پایتون نداریم. جاوا اسکریپت و پی اچ پی فقط این دوتا هستن، توی پایتون نیست، تو زبانه دیگه هم نیستش. بریم ببینیم خروجی کامپیرها چی هستش. نکته بسیار مهم، خروجی کامپیرها بولینه یا اصطلاحاً true or false. مثلا شما 5 تا دونه چی داری؟ سیب. یه مثال ساده میخوام بزنم، 5 تا دونه سیب داری، رفیق روبروی 6 تا دونه سیب داره، شما از اون بیشتری یا کمتری؟ حالا من برگردم میگم 5 بزرگتر از 6، تو چی میگی؟ میگی نه، یا یه بوسخند میزنی اینجوری و میگه برو بابا 5 تا که بیشتر از 6 تا نیست، یا اصلا در سوالی که من میپرسم شک میکنی، اصلا در عقل من میگه خدا این چی پرسیده. ولی در نهایت من میخوام به چی برسیم؟ به مقدار فالس. معلومه که 5 بزرگتر از 6 نیست و این قرار هستش که الان بریم با هم دیگه شروع کنیم حل کردم. یا میگم x مساوی 10 دالر ریگ مساویه با 100 و اینجا یه متغیره میذاریم به نام ریزالت و میگم دالر x بزرگتر از دالر ایگرگ. خب شما اولین کاری که میکنی میای اینجا میگی خب 10 بزرگتر از 100، خیر فالس. به اینا میگه تو زمان مرمسی جمله، اکسپرشن، عبارت، اینا یه عبارت هم. چرا؟ چون اینجا داری یه عملیاتی انجام میشه، خروجیش ریخته میشه تو کجا؟ result. اگه من وردامپ بگیرم یا حالا وردامپ بگیرم گزینه dollar result رو بهت خروجی بولین فالس میده. چرا؟ چون خروجی ایشون از نوع بولینه، چون سمت راست هر وقت مساوی دیدی، حالا باز من هزار بار میگم این اشتباه رو نکن، هر وقت مساوی دیدی یعنی سمت راست اول بعد عملیات انجام بشه بعد سمت چپ ریخته میشه و میتونی تو خروجیشو ببینی. الان x بزرگتر از y، 10 بزرگتر از 100، خیر، یا 100 بزرگتر از 10، بله ترو، اوکی، یا 10 بزرگتر مساویه، حالا من اینو میکنم 100، 100 بزرگتر مساویه 100، مساویش هست، حالا بزرگترش نیست، مساویه، بله، نامساویه، خیر، فالس، کوچکتر مساویه، بله، کوچکتر مساوی، کوچکتر نیست، ولی مساویش هست. پس 6 تاشو الان یاد گرفتیم، درسته؟ خب بله، میام این 100 رو میکنمش توی دابل کوتیشن. این تایپش چیه؟ string. این تایپش چیه؟ int. و اینجا برمیگردم میگم این دوتا با هم مساوی هست، true برمیگردم، خیلی بده. چرا true برمیگردم؟ value داخلشون نگاه میکنه، این از نوع string، این از نوع number. برای اینکه مشکل حل بکنیم توی جاوا اسکریپت و توی php سه مساویه. سه مساوی یعنی چی؟ first اول تایپ رو چک میکنه، first تایپ، next
ولیو. خب این دوتا اصلا تایپاشون یکسان نیست. چی برمیگردونه؟ فالس. پس سه مساوی شما وقتی استفاده کردی یعنی چی؟ اول تایپش رو چک میکنه بعد ولیو. آقا حالا تایپش گیرم بود عددی. خب اول تایپ رو چک میکنه و بعد میگه تروه. حالا اینجا میذارم 101. تایپ رو چک میکنه یکسانه ولی عددش یکسان نیست، میشه به این صورت. حالا اگر من اینجا بیام بگم نامساوی دو مساوی، این یعنی چی؟ اولی چیزی که چک میکنه تایپشونه، میبینه اگه ما هم یکسان نبود تو رو برمیگردن، این فالز برگردن. چرا؟ چون جفتشون هم عددی هن، هم از جفتشون چی هن؟ ولیوهاشون یکی هن. دارم میگم دالر ایکس نامساوی دالر ایگرگه تو تایپ، میگه نه. میگم تو ولیو چی؟ میگه نه. یعنی هر دوتا نه رو برات میاره. حالا اینو من میکنم توی چی؟ دابل کوتشن. میام اینجا دارم میگم دالر ایکس تایپش نامساوی و دالر ایگره میگه ترو. ولیوشو مثلا دیگه چک نمیکنم. ولیوشو یکسان بوده، ببین چک نکردم. خب سوال در مورد این 8 موردی که بررسی کردیم، بزرگتر، کوچکتر، بزرگتر مساوی، کوچکتر مساوی، مساوی نامساوی، مساوی سه مساوی و نامساوی دو مساوی، خیلی مهمه. سوال در مورد قسمت درود بر شما. نامساوی آره فقط بگی تایپ چک نمی، این تایپ چک ولیو رو چک تایپ چک نمی.